آقام ما ساعت 10 بجه شب به خانه عبدالجبار رفتیم. زمانی که وارد خانه شدیم در آنجا بوی دود مواد مخدر بود. دیگر خانه تاریک بود، اما در یک گوشه از خانه روشنی به نظر می خورد که جوانان به دوروبر آن جمع شده و مصروف کشیدن تریاک بودند. عبدالجبار مصاب شدنش به مواد مخدر را این گونه قصه می کند. دا کیگی 15 ساله کیگی 12 ساله نماز شروع کرده بس اخته و داشتی بگیه و دیگی. در کنار عبدالجبار اطفال هم به نظر می رسند که به گفته والدینشان آنانیز معتاد به مواد مخدر شدند. آنان می گویند که سردی بیش از حد در منطقه، نبود کار، غربت و عدم موجودیت سهولت های صحی مردم را به کشیدن تریاک مجبور کرده است. کور که زمون کاکاو دی شیم نوبندی معتاد دی، ورون هم معتاد دی، مون چی دا یخنی چی نیسی بیا دا مون دوا دا پارا استعمالو، سر در چی راش دوا دا پارا استعمالو، او بل یو دا غسی ارسی چی مرضو شی مون دوا دا پارا دا استعمالو بیا روستا روستا معتاد کی گو دا غشی دی. لو درمن نشتا، دوا نشتا، کلینیک نشتا، پټو خو یو زکام په سر درد او هر شیان باندې خو همدغه سی ورور مون دا استعمال کړو اوس متاد یو چې پرې دو یو نه پیسې اخلو جلال آباد ته رسیږو اما هلته نه درمل ته رسیږي نه اتاق کرایه ته رسیږي نه خرچې ته رسیږي. حافظ عبدالقیم ولی نورستانی در قریه افسه بر رادیو آزادی گفت که مشکل افراد معتاد به مواد مخدر در این قریه را با حکومت مرکزی شریک کرده و آنها نیز با وی تعهد کردند که یک شفاخانه را برای تداوی معتادین در این ولایت ایجاد میکنند. وزارت صحت همیت مراندیس کرده د پیچیسی پا غند که مون پاس کرده او د ولایت پا اقتصادی پلان که مون پاس کرده اغه یو کلن پلان کې مونږ د دې مورید کې مرکز تم پلان لګیل دي چې باید تلته یو کلینیک د معتادینو لس بستریز کلینیک جوړ شي. ان شاء الله په دې باندې کار کوو او ډیر ژر به د دې منطقې خلک د وزیري ووري. قابل یادآوری است که در حال حاضر در مرکز و برخی ولایات به صدها هزار تن معتاد به هیروئین و دیگر مواد مخدر می باشند و این رقم با گذشت هر روز در حال افزایش است.